یک شنبه 4 دسامبر برابر با 13 آذر مجله مد ووگ از 5 زن فعال ایرانی دعوت کرده بود در مراسمی که داشت شرکت کنند. یکی از این خانم ها شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود که در برنامه ما الان شرکت دارن با ما هستند. با سلام به شما خانم محبوبی، خود مراسم ووگ به چه مناسبت بود و چه ارتباطی با فعالیت های مدنی شما خانم ها داشت؟ بله، طبعا این مراسمی بود به تحت یک برنامه‌ای دارم به عنوان نیروهایی برای تغییر. این مجموعه برنامه‌ای که سعی می‌کنن جنبه‌های مختلفی اتفاقاتی که در جامعه است، حقوق‌های انسان‌ها از جنبه‌های مختلف رو در اون بگنجونن و این برنامه رو گذاشتن در واقع در شما در مورد زنان صحبت کردین، در مورد الناز رکابی صحبت کردین، در واقع برای قدردانی از شجاعت زنان ایران و به ما 5 زن مراجعه کردن و در اونجا به عنوان قدردانی از ما اسم بردن و همینطور هر کدوم از ما تونستیم خیلی محدود صحبت بکنیم که سعی کردیم جنبه‌های مختلف رو بپوشونیم. من این رو هم خدمتتون بگم، یک ماه پیش مجله ووگ با 5 نفرمون مصاحبه کرد در رابطه با حوزه کاریمون، در رابطه با تجربه‌مون، خود من در رابطه با تجربه زندانم و همینطور فعالیت‌هام در کمیته زندانیان سیاسی صحبت کرد که این رو یک تقریبا 20 روز پیش این رو منتشر کرد و این برنامه هم در ادامه اون بود که قراره این مجله ماه دسامبرش رو به این اختصاص بدن. خانم محبوبی، بر اساس تجربه‌ای که شما دارید به طور کل، آیا الان با توجه به این تحولات تو ایران فضای لازم برای شما و دیگر فعالان کمتر شده یا بیشتر تا بتونین افکار عمومی جهان رو به وضعیت زندانیان سیاسی جلب کنین؟ خب طبعا خیلی بیشتر شده. خب من خودم به عنوان فعال در این زمینه و همینطور فعال حقوق زنان در واقع اینو میگم که 43 سال زنان ایران، مردم ایران دارن مبارزه میکنن و ما حالا شاهد موقعیتی هستیم که گوشهای شنونده خیلی بیشتر هستش، گوشهای شنوا، و در جاهای مختلف این رو به پیش میبرن. همین امروز مجله تایم جایزه به اصطلاح اسم برده از زنان ایران به عنوان قهرمانان سال 2022 و روی مجلش عکس 3 زن رو گذاشته بدون روسری و همینطور که ملاحظه میکنین میبینیم که خب چنین پلتفرمی مثل ووگ که مهمترین مجله مد دنیا هستش در اختیار ما قرار داده میشه که بشینیم در مورد من خودم در صحبتام در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با مادران و پدرانی که از بچه هاشون هیچ خبری ندارن، در مورد آرمیتا عباسی اشاره کردم، در مورد کودکانی که کشته شدن و چقدر با تشویق روبرو شد و این نشون میده که شجاعت مردم دنیا، من میخوام این رو تاکید کنم، ببینین ما در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنیم ولی این شجاعت مردم ایرانه، این در خیابان بودنشونه، این اعتراض مستمرشونه که باعث میشه مهمترین مجله های دنیا نتونن این رو ببینن. در آخر برنامه این رو هم بگم، ما به عنوان حمایت یک تکه از موهامون رو قیچی کردیم که و با شعار زن زندگی آزادی به فارسی و انگلیسی و کردی که با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و شما وقتی این فضا رو می‌بینین اینها همه کسانی هستن که وقتی باهاشون صحبت می‌کردیم لزوماً شاید همه اخبار ایران رو دنبال نکنن ولی مبارزات مردم در ایران کاری کرده که توجه همه جلب بشه و چنین پلتفرم‌هایی در اختیار ما قرار داده بشه که بتونیم در مورد خود من در مورد بازداشت شدگانی صحبت کنم که حتی خونواده هاشون خبر ندارن کجا هستن و چه بلایی به سرشون اومده.